سلام دوستان، امروز میخواستم با یکی از برند پیگمنت هایی که خیلی مورد استفاده هستش آشناتون کنم. برند ایون فلو که یکی از برند های در واقع پرما بلند هستش، یه سری رنگ هایی داره که خب خیلی مورد استفاده زیادی داره توی کار در واقع پرمننت میکاپ. سه تا رنگی که شما برای خنثاسازی رنگ های تیره میتونین استفاده بکنین، رنگ ایلوم هست، رنگ کلورایزر و رنگ نوترالایزر. برای خونسا کردن رنگ تیره ماکرو بلیدینگ، تیره به این معنی هستش که در واقع ابروها بعد از کار ماکرو بلیدینگ رنگ ممکنه به خاکستری بزنه یا به بنفش بزنه یا آبی. در واقع شما میتونین این رنگ رو خونسا کنین. رنگی که میتونین خونسا کنین در واقع نوترالایزر هستش که رنگ زمینه گرم داره یا همون قرمز هست. این رنگ میتونه به تنهایی استفاده بشه. اگر تکنیک پادر بروز استفاده میکنین میتونین این رو به تنهایی استفاده کنین، ولی اگر که رنگ ابرو که در واقع رنگ ماکرو بلیدینگی که شما کلاینتتون داره، اگر که بنفش باشه یا به رنگ آبی در واقع تبدیل شده باشه، میتونین از رنگ ایلوم استفاده کنین یا برای خنثاسازی در واقع رنگ آبی میتونین این دوتا رو با همدیگه میکس کنین که در واقع رنگ نارنجی به دست میاد. پس ایلوم و نوترالایزر برای خنثا کردن رنگ های خاکستری و بنفش است. برای شیدینگ لب هم میتونین در واقع از این سه تا رنگ استفاده کنین. بعضی لب ها در واقع نشرالی تیره هستش یا به بنفش میزنه. برای خونسا کردن لب هایی که تیره هست یا خاکستری هست میتونین رنگ نوترالایزر رو باز استفاده کنین. اگر که رنگ های در واقع لب به صورت طبیعی بنفش هستش که این در واقع توی سکین تایپ های شماره 5 و 6 بیشتر رایج هست، از رنگ ایلوم میتونین استفاده کنین که رنگ زرد هست و رنگ بنفش رو خونسا میکنه. اگر که رنگ لبشون در واقع تیره یعنی خاکستری و بنفش هستش، میتونین دوتا رنگ نوترالایزر و ایلوم رو با هم میکس کنین برای خونسا سازی و در نهایت از کلورایزر یک یا دو پس میتونین استفاده کنین برای اینکه یه رنگ صورتی در واقع در نهایت به دست بیارین. یکی دیگه از پیگمنت هایی که ایون فلو داره پینکر هستش که همونطور که میبینین رنگ بنفش هست. این پیگمنت رو میتونین اد کنین به تمام پیگمنت هایی که حالا از برند ایون فلو هست تا یه توناژ صورتی بتونین به دست بیارین. رنگ های مختلفی داره. رنگ دبل بلک پرما بلند رو من توصیه میکنم برای خط چشم. وقتی که میخواین استفاده کنین برای اینکه رنگ در واقع خط چشمتون آبی یا بنفش نشه، میتونین یه قطره از کلورایزر بهش اضافه کنین. رنگ های دیگه در واقع ایون فلو برای لب که شیدینگ لب که میخواین استفاده بکنین، در واقع همشون توناژ همونطور که میبینین توناژ خیلی ملایمی دارن. رنگ من معرفی میکنم رنگ های دیگه شو، لولو روز، این رنگ خیلی تون نود داره، یعنی شما میتونین برای لب هایی که خیلی در واقع روشن هستش یا صورتی هست استفاده کنین. رنگ دیگه ای که هست نود، رنگ بیر هست که خیلی کم رنگه، یعنی برای کسانی که میخوان فقط رنگ لبشون شیدینگش خیلی نچرال باشه میتونین اینو استفاده کنین. رنگ دیگه ای که توناژ قهوه‌ای داره رنگ کلی هست که شما میتونین برای رنگ های لب تیره تر استفاده کنین. البته این رو برای بعد از خنثاسازی میتونین این رو استفاده بکنین. و یکی دیگه از رنگ‌هاش ملبک هستش که در واقع این هم تون یه مقدار قهوه‌ای داره که در نهایت بستگی داره روی چه رنگ لبی استفاده کنین. اگر که روی در واقع لب‌های تیره استفاده کنین، خب به تبع
رنگش کم رنگ تر دیده میشه. ولی اگر روی لبهای خیلی روشن یا لبهایی که به صورت نچرال صورتی هستن استفاده بکنین، نتیجه کار خب متفاوت خواهد بود. پس بنابراین شما برای اینکه بتونین رنگ مناسبی رو توی شیدینگ لب به دست بیارین، اول باید بتونین رنگ طبیعی در واقع لب رو مشخص بکنین که اون برمیگرده به اون سه تا نوع رنگ لبی که در واقع نچرالی هر لب میتونه داشته باشه، که رنگ در واقع صورتی یا خونسا هست، رنگ گرم یا قرمز هست و رنگ تیره، که شما میتونید بر اساس رنگ پوست کلاینتتون انتخاب بکنین که در واقع مشخص بکنین که در واقع رنگ لبشون چه رنگی هست و در نهایت بتونین از این رنگ ها استفاده بکنین. توی ویدیوهای بعدیم از برندهای دیگه هم براتون اسم میبرم که معرفی بکنم بهتون. از رنگ‌های مختلف میتونین استفاده بکنین، رنگ‌هایی که بیس در واقع اویل و واتر داشته باشه میتونین استفاده کنین برای اینکه دوام بیشتری داشته باشه. ولی اگر که از رنگ‌هایی استفاده میکنین که بیسشون آب هست، اینها در واقع زمانی که دوام میاره بین 1 سال تا 2 سال هست و من پیشنهاد میکنم که رنگ‌هایی رو استفاده بکنید که بیسشون حتما واتر و در واقع آب و روغن باشه، که مدت زمانی که دوام میاره بین 1 سال تا 3 سال باشه، که در نهایت بعد از 3 سال بتونن رنگ دیگه ای رو جایگزین بکنن. چون اگر که پرمننت میکاپ به طور در واقع دائم قرار باشه که روی پوست بمونه، اون شفافیت خودش رو از دست میده و نتیجه قشنگی نخواهد داشت. بنابراین از رنگ‌های استفاده بکنین که حتما در واقع زمینه آب و اویل رو با هم داشته باشه.